سلام دوستان، اخیراً منتخب قطر جام آسیا 2023 را به دست آورد. مخلصان لیونل مسی کریستیانو رونالدو را به غضب آوردند. چرا؟ زبید مگامیت شریپوف به تاجیکستان آمد. همه این و دیگر خبرها در نشر امروزی برنامه. زبید مگامیت شریپوف سابق ورزشکار ورزیده UFC به تاجیکستان آمده است. نوارهای او و نورالله علیف ورزشکار بباخت تاجیک شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی پیدا شدند. گفته می‌شود او همچون مهمان دعوتی برای دیدن مسابقه گوشتین طرز آزاد که در پایتخت دایر شد دعوت شده است. ورزشکار ما او را برای تماشای موضع‌های دیدنی برده است. ورزشکار داغستانی با نورالله علیف ورزشکار تاجیک دوست و رفیقند و همچون در بعضی تمرین‌ها با نورالله کمک می‌رساند. زبید مگامیت شریپوف با رکورد 18-1 دو سال قبل با کارنامه حرفه‌ای خود خاتمه بخشید. شب گذشته بازی برای به دست آوردن جام قهرمانی آسیا میان منتخب اردن و قطر برگزار شد. جام بار دیگر نصیب تیم ملی قطر شد. این بازی خیلی هم جالب بود، ولی همزمان خیلی بحث برانگیز. اردنی ها یک گل زیبای در اجرای النعمت به دست آوردند. قطری ها باشد غلبه را با 3 گل طریق پنالتی صاحب شدند. هتریک را اکرم عفیف اجرا کرد. 3 بار او در نزد دروازه اردنی ها به حالت جریمه ای پیچیده، داور به او ضربه 11 متره میداد. زیاده از هواداران فوتبال، حتی آنهایی که به یگان از این دسته ها مخلصی نمی کنند، از نتیجه فینال این جام ناراضیگی بیان می کنند. در شهرها آدما می نویسند: قطری ها با 12 بازینگر غلبه کردند که یکیش داور مانین بود. 3 گل در اجرای عفیف و 3 پاس گل‌آور در اجرای داور چینی. عفیف بهترین توپزن، مانین بهترین توپ‌دهنده، میگویند مخلصان فوتبال. هواداران فوتبال منتخب اردن را قهرمان اعلام کردند، ولی به هر حال میباید گفت که قاعده قاعده است و تصمیم و قرارهای داوران قبول شدند. قطر قهرمان شد. 4 سال پیش نیز جام آسیا را این شایگری به دست آورده بود. نیم حمایتگر 21 ساله تیم ملی تاجیکستان علیشر شکوروف اکنون فعالیت خود را در هیئت قهرمانی 18 کاراته گرجستان باشگاه دینامو تیفلیس شروع میکند. طور فدراسیای فوتبال کشور خبر میدهد علیشر شکوروف با این باشگاه شرطنامه 2 ساله بسته است. شکوروف در هیئت منتخب تاجیکستان 6 بازی انجام داده بود. نخستین بازی او در هیئت تیم ملی 17 اکتبر سال گذشته در بازی با مالایزیا بود که با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردیم. در جام آسیا 2023 در قطر علیشر شکوروف در همه 5 بازی تیم ملی اشتراک کرده، در مجموع 459 دقیقه را در میدان سپری کرده است. همچنین او یکی از بازینگران اساسی منتخب کشور بود که در بازی با تیم امارات از پنالتی گل حل کننده را وارد دروازه حریف نمود. هفته قبل باشگاه های عربی النصر و الهلال در دایره جام عربستان سعودی واخوری انجام دادند. در این رقابت دسته النصر که در آن کریستیانو رونالدو بازی میکند با حساب 2-0 شکست خورد. در این بازی مخلصان تیم الهلال فوتبال باز پرتغالی را غضبی میکردند. هنگامی که رونالدو موفق به گل زدن نمیشد، برعکس آن مخلصان رقیب نام مسی را صدا میزدند. این حالت رونالدو را به غضب میآورد. بعد انجام بازی رونالدو میدان را ترک میکرد. مخلصان تیم الهلال باشد به سر او لباسهای خود را هوا میدادند که در نهایت چنین یک عکسالعمل به میان آمد. این بود همه خبرها از جهان ورزش. تا برنامه های من بعداً.